از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران دعوت کردیم تا پیرامون این گزارش توضیحاتی را ارائه دهند. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همکاران و بینندگان محترم بخش خبری، در خدمت هستم. بزرگوار جناب آقای جوادی، چه راهکاری برای بهبود وضعیت بهداشت و غذا در یمن با توجه به بحرانی بودن آن وجود داره؟ بفرمایید. ارزم از باب کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت، عرض تأسفم رو در این عصر از ظلم و ستمی که بر مسلمانان علی خصوص مردم مظلوم یمن روا دسته ابراز میکنم. متاسفانه کمک های ناکافی بین المللی و روش نامناسب توزیع و غیر سیستمی غذا و دارو و امکانات بین حدود 19 میلیون نفر، اون هم در کشوری که تقریبا تمام زیرساخت ها و کارخانجات و سیستم مدیریت و منابع انسانی متخصص منهدم شده، از وضعیت بحران واقعا فرار رفته و به فاجعه اسفبار نزدیک است. کودکان و زنان معمولا آسیب پذیرترین قشر ها در این نوع بحران و فاجعه ها هستند. در جان باختن حدود 60 هزار کودک قابل پیشگیری بود مثالی از این وضعیت. همونطور که در گزارش همکاران محترم اشاره شد، شیوع گسترده وبا و حصبه و بیماری های گوارشی و واگیردار، فلج اطفال و عدم فعالیت آموزش پرورش در حال معیوب و قطع نصب کردن یمن. باز هم تاکید میکنم دخالت و کمک کشورهای اسلامی، خصوصا ایران و عربستان، عراق و قطر و سایرین، میتونه کمک بسیار بزرگی باشه و پیشنهاد مشخصی رو میخوام این دفعه ارائه کنم و استدعای عاجزانه از محضر مرجع آگاه و محبوب جهان اسلام حضرت آیت الله الاسما شیرازی حضرت الله، با توجه به مقبولیت بین المللی و عامه و مدیریت بسیار عالی ایشون، اینه که گروه کارشناسی و عملیاتی و برزیده و کارگانی رو تشکیل بدن و بنده هم در خدمت هستم که کاری از آن بردیم، که این هیئت‌های مختلفی رو برای گفتگو و صلح به عربستان و یمن و ایران برای فراهم کردن زمینه صلح و حفظ منافع مردم یمن فراهم بیارن. سیستم کمک رسانی و تغذیه و دارو و بازسازی زیرساخت‌ها با نظر مفید و اثرگذار ایشون شروع بشه. همچنین از سایر شخصیت‌ها و افراد تاثیرگذار بین‌المللی ایشون دعوت رو عمل بیارن تا در یک حرکت جمعی بین‌المللی بتونیم این معضل رو حل کنیم و ایشون دستور بفرمایند. تاکید بندن واقعا یکی از مسائل مهم اینه که برخی از کشورها دست از قربانی کردن یمن برای منافع زودگذر بردارن و به خاطر انسانیت از این فاجعه بزرگ جلوگیری کنن. و میدونید که واقعا کودکان در وضعیت بسیار اسفباری هستند. به نظرم اصلاح این سیستم ها و به فوریت عمل کردن بسیار مهمه در این زمینه و مدیریتی که واقعا در وجود این مرجع بزرگوار سراغ دارم و استدعا هم اینه که ایشون واقعا وارد بشن و قول میدم که حتما تاثیرگذار باشن و این فاجعه رو بتونیم جلوگیری کنیم. من در خدمت هستم اگر امری باشه. بله، با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران که پیرامون این گزارش توضیحاتی ارائه دادند.